مخاطبین محترم تلویزیون اینترنتی آراز نیوز، امروز خدمت یکی از فعالین عرب اهواز هستیم، آقای شعبانی نژاد که با نام شهید عموری هم شناخته میشن. آقای شعبانی نژاد از شاعرین ملت عرب اهواز هستند و از مؤسسین مؤسسه الهواز. دختر 15 ساله آقای شعبانی نژاد در حوادث اخیر اهواز دستگیر شدند. ما در این خصوص و در خصوص دیگر دستگیر شدگان ملت عرب اهواز در حوادث اخیر میخواییم با آقای شعبانی نژاد مصاحبه داشته باشیم. آقای شعبانی نژاد، از اینکه دعوت ما رو قبول کردید از شما تشکر میکنیم. خیلی ممنون. شما درد نکنه، در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. آقای شعبانی نژاد، در اخبار خوندیم که دختر 15 ساله شما در رویدادهای اخیر اهواز دستگیر شدن. میشه بگید دخترتون چرا دستگیر شدن و الان در چه وضعیتی هستن؟ باشه عزیزم، در خدمتم. ولی دخترم یک شاعر بوده و خلاصه شعراشو در گروپ های مختلفی منتشر میکنند. شعراش هم حاوی یعنی دفاع از حقوق قومی خودش و حقوق یعنی ملت اهواز در واقع، یا شعب اهواز میتونم بگم. و به خاطر همین، چون در فضای مجازی در گروپ های مثلا تلگرام و واتساپ و فیسبوک شعراش منتشر میشدن، با اونو دستگیر کردن و از متاسفانه از داخل کلاس درس بردنش، با اینکه 15 سالش هست و تارا هم در زندان سپیدار اهواز هست. یعنی دختر شما رو به صرف این که شعر گفته و در مورد حقوق ملت عرب اهواز به قول معروف شعرهاشو در فضای مجازی منتشر کرده دستگیر کردن، میگه درسته؟ آره، علاوه بر این اون از یه خانواده ای که همون پتر عموش معلم زبان عربی هاشم شعبانی نژاد اعدام کردن و بالاتر از این هم قول برو خودش از یه خانواده ای که واقعا جوری بگم از حق و حقوق ملت خودش و قومیت خودش به طور سریع دفاع میکنه و هیچ ترس و واهمه ای نداره و صرفا به خاطر اینکه فشار آوردن رو فعالیت های خودم این کار رو دارن میکنن. آقای شعبانی نژاد، دخترتون از طرف کدوم ارگان دستگیر شده؟ از طرف اطلاعات سپاه، ستاد خبری 314. الان مسئولین این ارگان در مورد وضعیت دخترتون چی میگن؟ تفهیم اتهام کردن، پرونده‌اشو دادگاه فرستادن، در چه وضعیتی هست از نظر حقوقی؟ فعلا تا حالا هیچ خبری از یعنی نمیدن و نمیگن که مثلا پرونده‌اش در چه جریانی هست، اما تنها یعنی مادرش وقتی مراجعه میکنه بهش میگن که اقدام علیه نظام کرده و تماس با مثلا افرادی که خارج کشور هستند داره. با اینکه من تعجب میکنم یک نظام یا یک حکومت از یک دختر 15 ساله یه قد ترس و واهمه داشته باشه. این صرفا فقط به خاطر فشار آوردن و روی شکستن یعنی ما هست. همینه. درسته، فشار بر روی خانواده و فعالین ملی اهواز. آقای شعبانی نژاد، در حوادث اخیر اهواز تا اونجا که اطلاع دارم تعداد زیادی از فعالین عرب اهوازی دستگیر شدن. میتونید یه اطلاعاتی هم در مورد دیگر دستگیر شدگان بدید؟ ولی تو امروز یکی از فعالان حقوق بشر خبری به هم داد، یعنی امروز عصر، و به من گفت که 200 نفر رو فرستادن به زندان شهیبان اهواز، همون زندان مرکزی،
و میدین یعنی به طور جوری بگم به طور دست جمعی هم اذیت و آزارشون میدن و هم همونجا بازپرسیشون میکنن و شکنجهشون میکنن. نزدیک 200 نفر که اسمشون در برسلا در کمپین حقوق بشر هم هست، یعنی رسیده، یعنی منتشر شده اصلا. فکر میکنم که نباید ملت عرب اهواز، نه اقوام غیر اهواز که در جغرافیای سیاسی ایران هستند تقریبا دارن خودشون رو بازیابی میکنن در واقع، و نظام از همین ترسیده، نظام ایران از همین ترسیده که اینا دارن به تاریخ خودشون به حقوق خودشون فکر میکنن و بهشون خواهر رسید انشاءالله هر کاری که میخوان بکنن. آقای شبانی‌نژاد، حوادث اخیر اهواز در چه رابطه‌ای بود؟ یعنی البته خب در اهواز ملت عرب ما میدونیم که در مواقع مختلفی اعتراضات خودشون رو نشون میدن، ولی مورد خاصی که باعث شد این در روزهای اخیر، در هفته‌های اخیر، این رخدادهای اخیر اتفاق بیفته چی بود؟ چه چیزی باعث این اعتراضات اخیر شد؟ این تحرکات و یا جنبش‌هایی که در اهواز و یا دیگر مناطق قومی مثل برادران آذری ما و بلوچ و کرد به والا میتوان گفت که یک نوع تحرک های آزادی طلبی است. این قومیت هایی که از زمان پادشاهی زیر ستم و ظلم و قهر نظام های دولت ایران بوده الان به خود آمدند و خواهان تعیین سرنوشت خودشون هستند. بله، این یعنی در این هفته های اخیر که این حوادث اتفاق افتاد در اهواز، یه اتفاق بخصوصی افتاد که باعث شد این تظاهرات ها به اتفاق بیفته، یا در کل ادامه اعتراضات پیشین بود؟ یعنی به نظر من یعنی اتفاقاتی که در اهواز افتاد باعثش این نیست که مثلا فعلا این عروسک بازی هایی که آقایون در آوردن مثلا در صدا سیمای شبکه دو یا این آنهاشه، چون اگر این اتفاق فرزن در 10 سال قبل می افتاد ممکنه که این جنبش پیدا، ولی مردم دیگه به خودشون آمدن فهمیدن که یعنی این وطن، وطن خودشونه، سرزمین خودشونه و میخوان خودشون بر خودشون باشن، یعنی وجود خودشون رو ظاهر بکنن در صحنه، بگن ما هستیم، ما فرزند عرب هستیم، کرد هستیم، ترک هستیم. ولی خب این مسئله برنامه‌ای که در تلویزیون پخش شد و اونجا به حساب قومیت و ملیت عرب نشون داده نشد، به عنوان یک به حساب بهانه و یا یک قطعه شد که باعث تبدیل شدن این ظرف پر شد دیگه، درسته؟ درسته، این هم درسته، ولی این یک جرقه بود در واقع. درسته، دقیقا. یک جرقه بود. میدونی که نظام ما یک نظام فاشیستی و دیکتاتوری است، در واقع تبدیل هست دیگه. البته آقاسته نماند. ما تنها با این نظام یا با نظام های دیگه مثلا مشکلی به خصوصی درباره مثلا کدام نظام میخواد حکومت ایران در دست بگیره یا دولت ایران در دست بگیره نداریم، و ما حقمون رو میخوایم، حق تاریخی، حق قومی خودمون رو میخوایم. ما اساسا یعنی مشکل ما زبان زمین است، هم زبانمون رو گرفتن یعنی وجودمون رو گرفتن، قومی که زبان نداره یعنی وجود نداره، و هم زمینمون رو، هم تمام دارایی هامون رو گرفتن، ثروت هامون رو گرفتن، یعنی محو هویت کردن در واقع. یعنی به نوعی مشکل ملت عرب اهواز امپریالیسم و استعمار به حساب فارسی هست که در ایران حاکم هست. آره در واقع همینه، از همون زمان از نظام پادشاهی تا برسی به نظام جمهوری یا
به معنای همون نظام ولایت فقیه. بله. چنین شد گفت جمهوری. آقای شعبانی نژاد، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید از شما خیلی متشکرم. امیدوارم که دختر 15 ساله شما هم به زودی از بازداشت و از به حساب زندان آزاد بشه. واقعا انسان خیلی متاسف میشه وقتی میشنوه که یک دختر 15 ساله غیر رشید که هنوز به سن قانونی نرسیده از طرف ارگانهای امنیتی دستگیر شده و به خانوادش هم هیچ جواب درستی تهیه داده نمیشه. امیدوارم که در اسرع وقت به آزادیش برسه دخترتون و این مظالمی هم که در کشور ایران در جریان هست به پایان برسه. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. ازتون خیلی ممنونم از جوری بگم هم دردیتون، از تلاش هایی که کردیم. دستتون خیلی درد نکنه، منم ممنونتون هستم. خواهش میکنم، وقت شما بخیر. خدا حافظ. خدا حافظ شما.